فیدل کاسترو قهرمان ضد استکباری امریکای لاتین در 90 سالگی از دنیا رفت. چریک پیر هاوانا که به دلیل بیماری از حدود 8 سال پیش زمام امور کشور رو به راول برادر کوچکترش سپرده بود و از دنیای سیاست فاصله گرفته بود، حدود نیم قرن پیش درست زیر گوش امریکایی ها حکومتی ضد امریکایی بنا کرد و با ملی کردن صنایع و اصلاح دولت کوبا رو به مردمش بازگردوند. امریکا 50 سالی که کوبا رو به دلیل سیاست‌های ضد استعماری این مرد انقلابی تحریم کرده و ده‌ها بار هم برای ترورش نقشه کشیده بود. حالا کوبایی‌ها برای از دست دادن این قهرمان که با سیگار برگش و دوستی با چگوارا چهره سرشناس قرن بیستم بود، 9 روز عزای عمومی اعلام کردند. رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمون در گذشت رهبر انقلاب کوبا رو به دولت و مردم مقاوم این کشور و منطقه امریکای لاتین تسلیت گفتن. کوبا به ضرب سیلی هم شده، صورتش را سرخ نگه داشته. در آستانه فصلی نو از تاریخ کشورشان، مردم این جزیره آرام آرام آماده ورود به جهانی به هم پیوسته می شوند. همراه من سام فرزانه باشید در سفری به کوبا، کوبای مردم و کوبای گردشگران. جذابیت‌های جزیره‌ای در فاصله 150 کیلومتری خاک آمریکا در کازینوهایش خلاصه نمی شد. آب و هوای حاصل خیز کوبا آمریکایی ها را جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کرده بود. انقلاب سال 1959 به همه اینها پایان داد. دیکتاتور از کشور گریخت و انقلابیون با ملی کردن هر کسب و کاری خشم آمریکا را برانگیختند. آمریکا از تلاش برای براندازی حکومت فیدل کاسترو فروگذار نکرد و کاسترو از تلافی دست نکشید. در نهایت تحریم پشت تحریم بود که در آمریکا علیه کوبا تصویب شد و کوبا بیشتر و بیشتر به آغوش اتحاد جماهیر شوروی پناه برد. سالها بعد از فروپاشی ابرقدرت شرق، آمریکا به رهبری باراک اوباما تصمیم گرفت تا رویه دیگری با کوبا از سر بگیرد. او فرمان برقراری دوباره روابط دیپلماتیک بین دو کشور را صادر کرد و تلاش کرد کنگره آمریکا را به برداشتن تحریم ها ترغیب کند. اینجا در کوبا تحریم ها بزرگترین جنایت تاریخ بشری خوانده می شوند و اثرش را در کوچه و خیابان می بینید. درست اینجا زیر سایه ساختمانی که شبیه به کنگره آمریکا ساخته شده و قرار است دوباره خانه دولت کوبا شود. اتومبیل های قدیمی آمریکایی برای گردشگران قطار شدند. خودروهایی که از سر ناچاری هنوز در کوبا سرپا هستند برای گردشگران جذابیت موزه‌ای دارند. هولیو یکی از متخصصان تعمیر و بازسازی این اتومبیل هاست. موتور اتومبیل های ژاپنی و اروپایی را جایگزین موتورهای قدیمی می کند. بخشی از قطعات را هم او و دیگران از آمریکا می خرند و به قول هولیو از راه های غیر معمول وارد کشور می کنند. قطعاتی که از آمریکا می خرم شامل چراغ ها، سیستم ترمز، سیستم راهنما و چیزهایی است که برای حفظ امنیت اتومبیل باید اصلش را استفاده کرد. از روی کاتالوگ قدیمی شکل قطعه‌های بدنه را در می‌آورد و با قالب‌های ساخت خودش به آنها شکل می‌دهد. شهرت هولیو آلوارز اونقدر هست که جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری که به هاوانا داشت داخل این اتومبیل نشست، با هم گپ زدن و از هنر تعمیرکاری او تعریف کرد. اما تمام عواقب تحریم‌های اقتصادی کوبا به زیبایی و براقی این اتومبیل کلاسیک نیست. کمی آن سوتر در مرکز بخش قدیمی هاوانا مردم برای دریافت مرغ سهمیه بندی شده صف کشیدند. هر ماه یه ذره برنج میدن و سالی یکم لوبیا سیاه با یه قطره روغن. همش همین. هر سه ماه یه بار روغن میدن و یکم قهوه. دیگه حتی صابونم نمیدن. اما رضایت این مرد از وضعیت و اینکه میگوید خانواده سه نفریش به اندازه کافی دارند که بخورند، خون ماریانا را به جوش می آورد و میگوید با حقوق بازنشستگیش توان خرید از بازار آزاد مواد پروتئینی را ندارد.
بفرمایید. این چیزیه که برای دو هفته به من داده. چطور میشه با این زنده مون؟ نمیشه. من زخم معده دارم، ورم معده دارم، التهاب روده بزرگ دارم. اینم وضع زندگی منه. به جز فروشگاه‌های دولتی، دست فروشان و مغازه‌های محدود برای فروش مواد غذایی هستند که متوسط حقوق 20 دلار در ماه کوبایی‌ها یعنی خوراکی سوار و آنها پیاده‌اند. شاغلان در بخش خصوصی اما درآمد بهتری دارند. هرچند بعد از روی کار آمدن فیدل کاسترو همه مشاغل دولتی شدند، اما در طول 5 دهه زمامداری او اجازه داشتن شغل‌های آزاد مثل رانندگی و غیره صادر شد و چند باری هم او این امکان را محدود کرد. با روی کار آمدن راول کاسترو، برادر کوچکتر، توجه به بخش خصوصی بیشتر شد. سرخیو از شاغلان در بخش خصوصی است و درآمدش از حد متوسط بالاتر. فراورده کردن نیازهای خانواده‌ام از طریق این شغل سخت نیست. البته شغلی هم نیست که با اون پول دار بشی. اما خب حداقل‌ها رو میتونیم فراهم کنیم. میگوید در ماه حدود 45 تا 50 دلار درآمد دارد. یعنی بیشتر از 2 برابر متوسط حقوق بقیه کوبایی‌ها. اما خب همه این پول به جیب سرخیو نمی رود. برای پروانه کار ماهانه 10 دلار رو نیمی پردازم. مالیات سالانم حدود 50 تا 60 دلار. او برای مالیات حداقل ماهی 5 دلار می پردازد. اگر هزینه پروانه کار را هم ماهی 10 دلار حساب کنیم، او ماهی 15 دلار از درآمدش را به دولت می دهد و آنچه برایش می ماند 30 تا 35 دلار در ماه است که از حد متوسط درآمد کوبایی ها بالاتر است. سرخیو می گوید برداشته شدن تحریم های آمریکا تأثیری بر کار او نمی گذارد، چون حتی بعد از آن هم مردم پول کافی برای خرید کفش نخواهند داشت. قیمت یک جفت کفش نو به گفته او دست کم 20 دلار است که اصلاً به هزینه های تعمیر نزدیک نیست. اما سرخیو به خاطر کارش هم که شده منتظر روزی است که تحریم ها برداشته شوند. کیفیت تعمیر کفش خیلی بهتر میشه. تقریبا ما اینجا فقط با مواد ساخت داخل کار میکنیم و میبینیم که خیلی درجه یک نیستن. و نتیجه کارش که با همین مواد هم برای او رضایت بخش است. به دیدار روزنامه نگاری مستقل میروم که معتقد است برداشته شدن تحریم های آمریکا به معنی بهتر شدن همه جانبه اوضاع نیست. در نظر او حکومت تحریم های آمریکا را بهانه ای برای فرار از مسئولیت های دیگرش کرده است. من مطمئن نیستم که تحریم ها بزرگترین مشکلات امروز ما باشند. تا الان که تحریم ها بهانه بودند، چیزی بوده که اقتصاد بد و فقر و وضعیت بد زندگیمون رو به گردنش بندازن و همچنین بهانه برای سرکوب مخالفان و فعالان حقوق بشر. پیش از آن که باراک اوباما و راول کاسترو در اواخر سال 2014 اعلام کنند که قصد دارند روابط دو کشور را عادی کنند، رهبران دو کشور به هم تعهداتی دادند که از آن جمله آزادی 53 زندانی سیاسی در کوبا بود. اما برخی از منتقدان دولت کوبا در داخل و خارج از مملکت میگویند که این کافی نیست و آمریکا باید فشار بیشتری به کوبا می آورد و تا اطمینان از بهبود وضعیت حقوق بشر در کوبا، بازگشایی سفارتخانه‌اش را در هاوانا به تعویق می‌انداخت. خانم لوپز اما می‌گوید حکومت کوبا باید مسئله حقوق بشر و آزادی‌های مدنی مردم را نه با جامعه بین‌الملل که با جامعه کوبایی‌ها در هر جایی که هستند طرح کند. Our human rights, our civil liberties are our issue.
حقوق بشر ما و آزادی‌های مدنی ما مشکلات ما هستند که دولت کوبا باید با مردم کوبا بحث کنه و نه دولت آمریکا. کوبایی‌های خارج از کشور و در تبعید با حواله کردن پول سالها اقتصاد این کشور رو حمایت کردند. اگر حمایت کردنشون خوب بوده، برای صحبت درباره آزادی‌های مدنی هم باید مشارکت داشته باشن. اونها هم کوبایی هستند و البته که حق دارن در این بحث‌ها مشارکت کنند و نظراتشون لحاظ بشه. مسئله آزادی‌های مدنی در کوبا به بازداشت مخالفان و فعالان حقوق بشر محدود نمی‌شود. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره کوبا از فیلتر شدن وبسایت‌های منتقد حکومت و دسترسی محدود مردم به اینترنت در این کشور انتقاد کرده است. نداشتن دسترسی به مطبوعات آزاد و رادیو تلویزیون‌های غیر حکومتی هم حکایتی قدیمی دارد. با این حال این نهاد حقوق بشری در گزارشی که در سال 2015 منتشر کرده درباره تغییرات مثبتی مثل دسترسی محدود مردم بعضی از شهرها به اینترنت هم صحبت کرده است. دسترسی به اینترنت برای مردم عادی در کوبا از دو طریق انجام می شود. یکی از راه وای فای و در چند خیابان محدود در سه شهر این کشور است. مردم برای وارد شدن به شبکه جهانی باید کارت های اینترنت بخرند که چندان هم ارزان نیستند. خب من دو روز در هفته برای اینترنت به اینجا میام. هر بار برای یک ساعت. اینترنت ساعتی $3. چطور بگم؟ اینجا در کوبا یک وعده غذا $3 میشه. دو روز در هفته میشه $6. اما خب مجبورم. برای ارتباط با برادرم و کارهای دیگه که دارم، چون کارهای دیگه هم در اینترنت دارم. پرهم میگوید سرعت اینترنت برای دانلود کردن یک تک آهنگ هم کافی نیست. راه دیگر دسترسی به اینترنت ایستادن در صفهای طویل مراکز مخابراتی از این دست است. این مراکز تنها 3 یا 4 کامپیوتر دارند. قیمتها چندان فرقی با خیابان ندارد، اما سرعت کمی بهتر است. من حساب مخصوص استفاده از اینترنت دارم. برای دانلود کردن محدودیت داریم و فقط 1 ساعت میتونیم به کامپیوترها دسترسی داشته باشیم. وقتی که از حد رد شیم باید بریم در یک صف دیگه تا به حسابمون اعتبار واریز کنیم و دوباره به این صف برگردیم. برای اینکه 1 ساعت برای کار در اینترنت کافی نیست. خارجی ها امکانات بهتری برای دسترسی به اینترنت دارند. به گردشگران در بعضی هتل ها خدمات اینترنت ارائه می شود و خبرنگاران خارجی مقیم در کوبا اجازه دارند که در خانه یا محل کار به اینترنت متصل شوند. گردشگری یکی از منابع درآمد کوبا بوده و هنوز هم هست. برای همین عجیب نیست که گردشگران از امکانات ویژه‌ای در این کشور برخوردار باشند. دستفشان و پاکوبان این جماعت در کنار استخر یک مجموعه گردشگری درمانی در نزدیکی هاوانا حضور دارند. بیماران این مرکز از شهروندان خاورمیانه گرفته تا ساکنان آفریقا، کانادا و آمریکای لاتین را شامل می شوند. اینجا مثل بقیه بخش‌های درمانی کوبا خدمات رایگان ارائه نمی دهد، اما هزینه های اقامت و درمان بیماران و همراهانشان در این مرکز در مقایسه با آنچه در کشورهایشان باید بپردازند کمتر است. کیلومترها شمالتر در تورنتوی کانادا متیو کویکن معلم مدرسه که بر اثر بیماری فلج شده و شرکت بیمش هزینه های فیزیوتراپی بیشتر او را نپرداخته از تجربه درمان در لاپرادرا می گوید. هرچه بیشتر نرمش کنم بهتر میشم. یکی از دلایلی که برای رفتن به لاپرادرا در کوبا داشتم این بود که درباره اونجا خونده و شنیده بودم و به نظر می رسید خیلی به صرف است. فیزیوتراپی تو کانادا خیلی گرونه. اینجا سالن فیزیوتراپی لاپرادراست که متیو میخواهد دوباره به آن بازگردد. کسانی که در روز بازدیدمان دیدیم از کشورهای آمریکای لاتین و به خصوص ونزوئلا بودند
که از سال 2000 بنا به قرارداد هوگو چاوز و فیدل کاسترو رؤسای جمهوری وقت دو کشور برای درمان به اینجا فرستاده می شوند. ویکتور یکی از آنهاست که شلیک گلوله در جریان یک سرقت مسلحانه او را پابند صندلی چرخدار کرده. ماها درمان توان حرف زدن و حرکت در نیمتنه بالاییش را به او بازگردانده. اینجا یکی از بهترین مکانهای درمانی کوباست که محیطش کم از بهترین هتل‌های این کشور نداره. در میان کسانی که برای درمان به اینجا اومدن هم نام‌های آشنایی دیده میشن، از جمله دیگو مارادونا یا هوگو چاوز. اما منتقدان میگویند اختلاف سطح خدمات درمانی این مکان و بیمارستان‌های عمومی کوبا عادلانه نیست. دکتر هنری کارنیو مدیر مرکز لاپرادرا با چنین نظری مخالف است و آن را کمک حال خدمات درمانی کوبا معرفی می‌کند. ترکیب گردشگری و درمان طرحی برای درآمدزایی. ما اینطوری بخشی از هزینه‌های خدمات درمانی ملی کشور، وزارتخانه‌مون و دولتمون رو تأمین می‌کنیم تا بهتر بتونیم به مردم کوبا خدمت کنیم. یک شرکت کانادایی که در کار گردشگری درمانی است در بازاریابی به این مرکز کمک می‌کند. تلفیق طب به معنای رایج و روش‌های جایگزین در نظر یکی از مدیران این شرکت از عوامل جذابیت آن است. در سالهای تحریم کوبایی ها مجبور شدن به روش های درمانی جایگزین اتکا کنند. پزشکا هم در علوم پزشکی تخصص پیدا کردند و هم در درمان های جایگزین. کسانی که خواهان درمان به روش های مختلف هستند و می خواهند همه چیز برایشان یک جا مهیا باشد به اینجا می آیند. اینجا بخش گفتار درمانی و ناشنوایی است که فعلا برای کمک به بهبود شنوایی 300 نفر کوبایی پروتز حلزونی در گوش میانیشان کار گذاشتند و امیدوارند که این بخش از خدماتشان را برای استفاده خارجی ها هم توسعه دهند. با عادی شدن روابط ایالات متحده و کوبا بسیاری امیدوارند که مراکزی این چنینی مجهزتر شده تا آمریکایی ها هم جذب چنین استراحتگاه هایی شوند. ورود آمریکایی ها به هر بازاری در کوبا برای مردم این جزیره نویدبخش سرازیر شدن سرمایه است. کوبا که مورد پسندترین سیگار برگ جهان را تولید می کند، در همه نیم قرن گذشته از دسترسی به بازار سیگار آمریکا محروم بود. بازاری که بالای 6 میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد. اما برخلاف سیگار، هنر کوبایی ها پشت در تحریم نماند. آثار هنری هیچگاه در فهرست تحریم ها نبودند. اتفاقی خوب برای کشوری که هنرمند کم ندارد. شاهدش هم آثار هنری کوچک و بزرگی است که در پایتخت به چشم می‌خورند. آثاری مثل این مجسمه با نام بهار، رافائل سنخوان، یکی از هنرمندان جهانی کوبا، آن را برای دو سالانه هنر هاوانا ساخته تا زینت خیابان اصلی شهر باشد. استیون هامفری که 15 سال از آثار نقاشان کوبایی را برای فروش به مجموعه داران و موزه ها به آمریکا میبرد، میگوید رفع تحریم ها به مطرح شدن هنرمندان کمتر شناخته شده کوبا منجر می شود. سطح آثار هنری و آموزش هنر در کوبا بسیار بالاست. بیشترین تأثیر بر کارهای هنرمندان کوبایی از هنر اسپانیا و آفریقاست. می توان رگه های از آن را در کار هنرمندان کوبایی دید، اما آنها در عین حال شیوه خود را دارند. فرهنگ کوبا از جاهای دیگر قرض می گیرد، اما هویتش را حفظ می کند. مارتالنا یکی از هنرمندانی است که به سختی هم شده نقاشی هایش را برای فروش به کشورهای دیگر فرستاده است، اروپا و حتی آمریکا. نقاشی هایی که همچون زندگی نامه ای چشمان غمگین مادری را به تصویر می کشد که فرزندانش در آن سوی آبها هستند و او به قایق های کاغذی می اندیشد. در 14 سالی که این گالری را افتتاح کرده، بیشتر مشتریانش گردشگران و خارجی ها بودند.
من از طرف وزارت فرهنگ برای این گالری پروانه دارم، اما مجوز فروش ندارم. برای همین اگه بخوام کارم رو به خارجی بفروشم، باید بدم دولت اون رو تایید کنه که هزینش 2 دلاره. او هم امیدوار است که با آسان شدن سفر آمریکایی ها به کوبا، فروش آثارش رونق بیشتر بگیرد. اما بیش از اینها موسیقی و رقص کوبایی است که در دنیا هواخواه دارد. همانند هنر، سطح آموزش موسیقی هم در کوبا بالاست. مردم کوبا با موسیقی زندگی می کنند و نشانه هایش را در همه جا می توان دید. حتی در تنها رستوران ایرانی کوبا، رستورانی که به جز صاحبش همه کارکنان و گروه موسیقیش کوبایی هستند. فرخ نوربخت مدیر این رستوران میگوید که او برای شناساندن ایران به مردم کوباست که به این کشور رفت و آمد میکند. حدود 10 سال هست که فعالیت فرهنگی ما توی کوبا شروع کردم، عمدتا با نمایشگاه های نقاشی، فیلم، عکس، خطاطی. حدود 1 سال هست که تونستیم اینجا رو به عنوان یه مرکز فرهنگی از طریق رستوران ایرانی باز کنیم، چون مشکلات داشتیم برای باز کردن مرکز فرهنگی. گروهی از دانشجویان رشته موسیقی را اینجا جمع کرده و نوت‌های ترانه‌های ایرانی را در اختیارشان گذاشته، همینطور چند CD و DVD. آنها کم کم نواختن ترانه ها را یاد گرفتند و گروه رقص هم از روی فیلم رقص ایرانی را یاد گرفته. در مرحله بعدی برایشان سازهای ایرانی آورده و حالا چند ماهی می شود که همین ترانه ها را با همراهی سازهای ایرانی می نوازند. جنیفر که از 8 سالگی ویولون می نواخته، حالا با کمانچه دمخور شده است. 3 ماه یا کمی بیشتری که کمانچه می نوازم. دنیای جدیدیه که دارم کشف می کنم. صداش منو مجبور می کنه به چیزای جدید و متفاوت فکر کنم. موسیقی آدمو دربر میکشه و جهان جدیدی رو به آدم نشون میده. کمانچه ساز خیلی قدیمیه، قابل تحسینه و به نظرم زیباست. جنیفر یکی از بهترین های مدرسه موسیقی هاواناست. در این کارناوال که برای 3 شب پیاپی در هاوانا به راه بود، کوبایی هایی را دیدم که از دور هم که شده با ضربان موسیقی همراه می شدند. رقص های کوبایی در 1 قرن گذشته در شکل گیری انواع جدید مؤثر بودند، از جمله در پیدایش سالسا و سالسای کوبایی. از وقتی دختر بچه بودم سالسا می رقصم. میتونم بگم از وقتی تو شکم مامانم بودم سالسا می رقصم. همیشه عاشقش بودم. چند تا کلاس هم رفتم، اما واقعا باید این رقص در وجودت باشه. و گویا این رقص همانقدر که در خون اوست، در رگهای خواهرزادش هم جریان دارد. جشن شادی تا دمدمای صبح ادامه داشت. دستفشانی و نوشیدن و گرم گرفتن، بخشی جدای ناپذیر از فرهنگ کوبا که نزد اقلیتی نو در این کشور دیگر جایگاهی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. جامعه کوچک مسلمانان کوبا بیشترشان نوکیشند و به گفته خودشان مشغول یادگیری اسلام و زندگی مسلمانی. La manera de diversión aquí de los jóvenes, de las personas que te están rodeando. مدلی که مردم اینجا خوش میگذرونن اینه که دور هم جمع بشن و بنوشن. گاهی وقتا همین باعث جدا شدن ما از بقیه میشه، چون نمیخوایم از اون کارا بکنیم. Tú no quieres ser partícipe de eso. Poco a poco. با گذشت زمان اوضاع بهتر میشه، ان شاء الله. دو سال است که عربستان سعودی در ماه رمضان برایشان معلم قرائت قرآن به هاوانا می فرستد. همینطور قرآن
و کتاب‌های دینی. خورهه الیاس از دلایل افزایش گرایش به اسلام در شهرهای مختلف کوبا می‌گوید. دلایل زیادیه که کوبایی‌ها میخوان بیشتر درباره اسلام بدونن. به نظر من یک دلیل اینه که اسلام هر روز در اخباره. هر روز پیر و جوان، هر کسی که زندگی معمولی داره دلش میخواد که درباره اینکه اسلام واقعا چیه بیشتر بدونه. اینکه چه دینیه، چه قوانینی داره و از این چیزا. نکته مثبت دیگه اینه که دانشجویان از کشورهای مسلمان به اینجا میان. مثلا در 5 سال گذشته حدود 1000 دانشجوی پاکستانی برای تحصیل به شهرهای مختلف کوبا آمدن. Hemos tenido alrededor de 1000 estudiantes pakistaníes en Cuba. دانشجویان پاکستانی در تبلیغ اسلام فعال بودند. خورهه میگوید مسلمانان کوبا از اقشار مختلف جامعه، از پزشک گرفته تا کارگر و مهندس و هنرمند هستند و به نظرش این موضوع سبب می شود افراطگرایی در بین مسلمانان کوبا پا نگیرد. مریم بداوی که حقوقدان است میگوید حجابش در اداره نباید بیشتر از این روسری باشد، اما حجاب مورد قبول خودش اینطور است. اسلام دین اصلی مردم کوبا نیست، برای همین وقتی حجاب سر میکنید برای مردم غیر عادیه و واکنش نشون میدن، اما انشالله در آینده مردم مسلمانان را مثل مردم عادی ببینند. مثلا الان در خیابون به من چیزهایی میگن، تروریست یا خواهر بن لادن، چیزهای شبیه به این، اما من اهمیت نمیدم. مسلمانان کوبایی و مسلمانان خارجی از ماه رمضان سال 2015 صاحب این نمازخانه در مرکز اسلامی هاوانا شدند. بعد از درخواست‌های مکرر و پیشنهادهای کمک کشورهای اسلامی برای ساخت مسجد در هاوانا، بالاخره دولت کوبا اجازه ساخت اولین مسجد در این کشور را صادر کرد. جمعیت کوبا اکثرا مسیحی هستند و نیم قرن حکومت کمونیستی هم از دینداری مردم این کشور نکاست. هرچند که سالها دینداران اجازه عضویت در حزب کمونیست و رسیدن به مناصب بالا را نداشتند. ردپای دولت کوبا را در هر جایی میتوان دید، از امورات دینی مردم تا دنیایشان، از بهداشت تا جزئی ترین مسائل اقتصادی. زندگی برای مردم کوبا شاید چندان آسان نبوده باشد، اما کوبا در حال تغییر است. بسیاری از خط قرمزهای خود را پشت سر گذاشته و سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا به چشم بسیاری از مردمش نشانه تغییراتی است مثبت در شیوه و کیفیت زندگیشان. تغییراتی که اگر هم خوشایند کوبایی‌ها باشد، احتمالاً برای گردشگران به معنی از بین رفتن بکری جزیره است که تصاویر رنگی امروزش چندان فرقی با تصاویر سیاه و سفید گذشتهش ندارد. جایی که سیاست تنها در دست موافقان حکومت است. کوبا به ضرب سیلی هم شده، صورتش را سرخ نگه داشته. در آستانه فصلی نو از تاریخ کشورشان، مردم این جزیره آرام آرام آماده ورود به جهانی به هم پیوسته می شوند. همراه من سام فرزانه باشید در سفری به کوبا، کوبای مردم و کوبای گردشگران. جذابیت‌های جزیره‌ای در فاصله 150 کیلومتری خاک آمریکا در کازینوهایش خلاصه نمی‌شد. آب و هوای حاصلخیز کوبا آمریکایی‌ها را جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کرده بود. انقلاب سال 1959 به همه اینها پایان داد. دیکتاتور از کشور گریخت و انقلابیون با ملی کردن هر کسب و کاری خشم آمریکا را برانگیختند. آمریکا از تلاش برای براندازی حکومت فیدل کاسترو فروگذار نکرد و کاسترو از تلافی دست نکشید. در نهایت
تحریم پشت تحریم بود که در آمریکا علیه کوبا تصویب شد و کوبا بیشتر و بیشتر به آغوش اتحاد جماهیر شوروی پناه برد. سالها بعد از فروپاشی ابرقدرت شرق، آمریکا به رهبری باراک اوباما تصمیم گرفت تا رویه دیگری با کوبا از سر بگیرد. او فرمان برقراری دوباره روابط دیپلماتیک بین دو کشور را صادر کرد و تلاش کرد کنگره آمریکا را به برداشتن تحریم‌ها ترغیب کند. اینجا در کوبا تحریم‌ها بزرگترین جنایت تاریخ بشری خوانده می‌شوند و اثرش را در کوچه و خیابان می‌بینید. درست اینجا زیر سایه ساختمانی که شبیه به کنگره آمریکا ساخته شده و قرار است دوباره خانه دولت کوبا شود. اتومبیل‌های قدیمی آمریکایی برای گردشگران قطار شدند. خودروهایی که از سر ناچاری هنوز در کوبا سر پا هستند برای گردشگران جذابیت موزه‌ای دارند. کولیو یکی از متخصصان تعمیر و بازسازی این اتومبیل هاست. موتور اتومبیل‌های ژاپنی و اروپایی را جایگزین موتورهای قدیمی می‌کند. بخشی از قطعات را هم او و دیگران از آمریکا می‌خرند و به قول هولیو از راه‌های غیر معمول وارد کشور می‌کنند. قطعاتی که از آمریکا می‌خرم شامل چراغ‌ها، سیستم ترمز، سیستم راهنما و چیزهایی است که برای حفظ امنیت اتومبیل باید اصلش را استفاده کرد. از روی کاتالوگی قدیمی شکل قطعه‌های بدنه را در می‌آورد و با قالب‌های ساخت خودش به آنها شکل می‌دهد. شهرت هولیو آلوارز اونقدر هست که جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری که به هاوانا داشت داخل این اتومبیل نشست، با هم گپ زدن و از هنر تعمیرکاری او تعریف کرد. اما تمام عواقب تحریم‌های اقتصادی کوبا به زیبایی و براقی این اتومبیل کلاسیک نیست. کمی آن سوتر در مرکز بخش قدیمی هاوانا مردم برای دریافت مرغ سهمیه بندی شده صف کشیدند. هر ماه یه ذره برنج میدن و سال یکم لوبیا سیاه با یه قطره روغن. همش همین. هر سه ماه یه بار روغن میدن و یکم قهوه. دیگه حتی صابونم نمیدن. اما رضایت این مرد از وضعیت و اینکه میگوید خانواده سه نفریش به اندازه کافی دارند که بخورند، خون ماریانا را به جوش میآورد و میگوید با حقوق بازنشستگیش توان خرید از بازار آزاد مواد پروتئینی را ندارد. بفرمایید، این چیزیه که برای دو هفته به من داده. چطور میشه با این زنده مون؟ نمیشه. من زخم معده دارم، ورم معده دارم، التهاب روده بزرگ دارم. اینم وضع زندگی منه. به جز فروشگاه‌های دولتی، دست فروشان و مغازه‌های محدود برای فروش مواد غذایی هستند که متوسط حقوق 20 دلار در ماه کوبایی‌ها، یعنی خوراکی سوار و آنها پیاده‌اند. شاغلان در بخش خصوصی اما درآمد بهتری دارند. هرچند بعد از روی کار آمدن فیدل کاسترو همه مشاغل دولتی شدند، اما در طول 5 دهه زمامداری او اجازه داشتن شغل‌های آزاد مثل رانندگی و غیره صادر شد و چند باری هم او این امکان را محدود کرد. با روی کار آمدن راول کاسترو، برادر کوچکتر، توجه به بخش خصوصی بیشتر شد. سرخیو از شاغلان در بخش خصوصی است و درآمدش از حد متوسط بالاتر. فراورده کردن نیازهای خانواده‌ام از طریق این شغل سخت نیست. البته شغلی هم نیست که با اون پول دار بشی. اما خب حداقل ها رو میتونی فراهم. میگوید در ماه حدود 45 تا 50 دلار درآمد دارد. یعنی بیشتر از 2 برابر متوسط حقوق بقیه کوبایی ها. اما خب همه این پول به جیب سرخیو نمی رود. برای پروانه کار ماهانه 10 دلار و نیم می پردازم. مالیات سالانه حدود 50 تا 60 دلار میشه. او برای مالیات حداقل ماهی 5 دلار می پردازد. اگر هزینه پروانه کار را هم ماهی 10 دلار حساب کنیم، او ماهی 15 دلار از درآمدش را به دولت می‌دهد و آنچه برایش می‌ماند 30 تا 35 دلار در ماه است که از حد متوسط درآمد کوبایی‌ها بالاتر است.
سرخیو میگوید برداشته شدن تحریم‌های آمریکا تأثیری بر کار او نمیگذارد، چون حتی بعد از آن هم مردم پول کافی برای خرید کفش نخواهند داشت. قیمت یک جفت کفش نو به گفته او دست کم 20 دلار است که اصلاً به هزینه‌های تعمیر نزدیک نیست. اما سرخیو به خاطر کارش هم که شده منتظر روزی است که تحریم‌ها برداشته شوند. کیفیت تعمیر کفش خیلی بهتر میشه. تقریبا ما اینجا فقط با مواد ساخت داخل کار میکنیم و میبینیم که خیلی درجه یک نیستن. و نتیجه کارش که با همین مواد هم برای او رضایت بخش است. به دیدار روزنامه نگاری مستقل میروم که معتقد است برداشته شدن تحریم های آمریکا به معنی بهتر شدن همه جانبه اوضاع نیست. در نظر او حکومت تحریم‌های آمریکا را بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت‌های دیگرش کرده است. من مطمئن نیستم که تحریم‌ها بزرگترین مشکلات امروز ما باشند. تا الان که تحریم‌ها بهانه بودند، چیزی بوده که اقتصاد بد و فقر و وضعیت بد زندگیمون رو به گردنش بندازن و همچنین بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان و فعالان حقوق بشر. پیش از آن که باراک اوباما و راول کاسترو در اواخر سال 2014 اعلام کنند که قصد دارند روابط دو کشور را عادی کنند، رهبران دو کشور به هم تعهداتی دادند که از آن جمله آزادی 53 زندانی سیاسی در کوبا بود. اما برخی از منتقدان دولت کوبا در داخل و خارج از مملکت میگویند که این کافی نیست و آمریکا باید فشار بیشتری به کوبا می آورد و تا اطمینان از بهبود وضعیت حقوق بشر در کوبا، بازگشایی سفارتخانه‌اش را در هاوانا به تعویق می انداخت. خانم لوپز اما میگوید حکومت کوبا باید مسئله حقوق بشر و آزادی‌های مدنی مردم را نه با جامعه بین الملل که با جامعه کوبایی‌ها در هر جایی که هستند طرح کند. Our human rights, our civil liberties are our issues. حقوق بشر ما و آزادی های مدنی ما مشکلات ما هستند که دولت کوبا باید با مردم کوبا بحث کنه و نه دولت آمریکا. کوبایی های خارج از کشور و در تبعید با حواله کردن پول سالها اقتصاد این کشور رو حمایت کردن. اگر حمایت کردنشون خوب بوده، برای صحبت درباره آزادی های مدنی هم باید مشارکت داشته باشن. اونها هم کوبایی هستند و البته که حق دارن در این بحث ها مشارکت کنند و نظراتشون لحاظ بشه. مسئله آزادی های مدنی در کوبا به بازداشت مخالفان و فعالان حقوق بشر محدود نمی شود. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره کوبا از فیلتر شدن وبسایت های منتقد حکومت و دسترسی محدود مردم به اینترنت در این کشور انتقاد کرده است. نداشتن دسترسی به مطبوعات آزاد و رادیو تلویزیون های غیر حکومتی هم حکایتی قدیمی دارد. با این حال این نهاد حقوق بشری در گزارشی که در سال 2015 منتشر کرده درباره تغییرات مثبتی مثل دسترسی محدود مردم بعضی از شهرها به اینترنت هم صحبت کرده است. دسترسی به اینترنت برای مردم عادی در کوبا از دو طریق انجام می شود. یکی از راه وای فای و در چند خیابان محدود در سه شهر این کشور است. مردم برای وارد شدن به شبکه جهانی باید کارت‌های اینترنت بخرند که چندان هم ارزان نیستند. خب من دو روز در هفته برای اینترنت به اینجا میام. هر بار برای یک ساعت. اینترنت ساعتی 3 دلاره. چطور بگم، اینجا در کوبا یک وعده غذا 3 دلار میشه. دو روز در هفته میشه 6 دلار. اما خب مجبورم برای ارتباط با برادرم و کارهای دیگه‌ای که دارم، چون کارهای دیگه هم در اینترنت دارم. خورهه میگوید سرعت اینترنت برای دانلود کردن یک تک آهنگ هم کافی نیست. راه دیگر دسترسی به اینترنت ایستادن در صف‌های طویل مراکز مخابراتی از این دست است.
این مراکز تنها 3 یا 4 کامپیوتر دارند. قیمت‌ها چندان فرقی با خیابان ندارد، اما سرعت کمی بهتر است. من حساب مخصوص استفاده از اینترنت دارم. برای دانلود کردن محدودیت داریم و فقط 1 ساعت میتونیم به کامپیوترها دسترسی داشته باشیم. وقتی که از حد رد شیم باید بریم در 1 صفحه دیگه تا به حسابمون اعتبار واریز کنیم و دوباره به این صف برگردیم. برای اینکه 1 ساعت برای کار در اینترنت کافی نیست. خارجی ها امکانات بهتری برای دسترسی به اینترنت دارند. به گردشگران در بعضی هتل ها خدمات اینترنت ارائه می شود و خبرنگاران خارجی مقیم در کوبا اجازه دارند که در خانه یا محل کار به اینترنت متصل شوند. گردشگری یکی از منابع درآمد کوبا بوده و هنوز هم هست. برای همین عجیب نیست که گردشگران از امکانات ویژه‌ای در این کشور برخوردار باشند. دستفشان و پاکوبان این جماعت در کنار استخر یک مجموعه گردشگری درمانی در نزدیکی هاوانا حضور دارند. بیماران این مرکز از شهروندان خاورمیانه گرفته تا ساکنان آفریقا، کانادا و آمریکای لاتین را شامل می شوند. اینجا مثل بقیه بخش‌های درمانی کوبا خدمات رایگان ارائه نمی‌دهد، اما هزینه‌های اقامت و درمان بیماران و همراهانشان در این مرکز در مقایسه با آنچه در کشورهایشان باید بپردازند کمتر است. کیلومترها شمالتر در تورنتو کانادا، متیو کویکن معلم مدرسه که بر اثر بیماری فلج شده و شرکت بیمه‌اش هزینه‌های فیزیوتراپی بیشتر او را نپرداخته، از تجربه درمان در لاپرادرا می‌گوید. For me, the more exercise, the better I feel. One of the reasons I wanted to go to La Pradera International. هر چه بیشتر نرمش کنم بهتر میشم. یکی از دلایلی که برای رفتن به La Pradera در کوبا داشتم این بود که درباره اونجا خونده و شنیده بودم و به نظر میرسید خیلی به صرف است. فیزیوتراپی تو کانادا خیلی گرونه. اینجا سالن فیزیوتراپی La Pradera است که متیو میخواهد دوباره به آن بازگردد. کسانی که در روز بازدیدمان دیدیم از کشورهای آمریکای لاتین و به خصوص ونزوئلا بودند که از سال 2000 بنا به قرارداد هوگو چاوز و فیدل کاسترو رؤسای جمهوری وقت دو کشور برای درمان به اینجا فرستاده می شوند. ویکتور یکی از آنهاست که شلیک گلوله در جریان یک سرقت مسلحانه او را پابند صندلی چرخدار کرده. ماها درمان توان حرف زدن و حرکت در نیمتنه بالاییش را به او بازگردانده. اینجا یکی از بهترین مکانهای درمانی کوباست که محیطش کم از بهترین هتل‌های این کشور نداره. در میان کسانی که برای درمان به اینجا اومدن هم نام‌های آشنایی دیده میشن، از جمله دیگو مارادونا یا هوگو چاوز. اما منتقدان میگویند اختلاف سطح خدمات درمانی این مکان و بیمارستان‌های عمومی کوبا عادلانه نیست. دکتر هنری کارنیو مدیر مرکز La Pradera با چنین نظری مخالف است و آن را کمک حال خدمات درمانی کوبا معرفی می کند. ترکیب گردشگری و درمان طرح برای درآمدزایی. ما اینطوری بخشی از هزینه های خدمات درمانی ملی کشور، وزارتخانه‌مون و دولتمون رو تامین می کنیم تا بهتر بتونیم به مردم کوبا خدمت کنیم. یک شرکت کانادایی که در کار گردشگری درمانی است در بازاریابی به این مرکز کمک می کند. تلفیق طب به معنای رایج و روش های جایگزین در نظر یکی از مدیران این شرکت از عوامل جذابیت آن است. در سالهای تحریم کوبایی ها مجبور شدن به روش های درمانی جایگزین اتکا کنند. پزشکا هم در علوم پزشکی تخصص پیدا کردند و هم در درمان های جایگزین. کسانی که خواهان درمان به روش‌های مختلف هستند و می‌خواهند همه چیز برایشان یک جا مهیا باشد، به اینجا می‌آیند. اینجا بخش گفتار درمانی و ناشنوایی است که فعلاً برای کمک به بهبود شنوایی 300 نفر کوبایی، پروتز حلزونی در گوش میانیشان کار گذاشتند و امیدوارند که این بخش از خدماتشان را برای استفاده خارجی‌ها هم توسعه دهند. با عادی شدن روابط ایالات متحده و کوبا، بسیاری امیدوارند که مراکز این چنینی مجهزتر شده تا آمریکایی‌ها هم جذب چنین استراحتگاه‌هایی شوند.
ورود آمریکایی‌ها به هر بازاری در کوبا برای مردم این جزیره نویدبخش سرازیر شدن سرمایه است. کوبا که مورد پسندترین سیگار برگ جهان را تولید می‌کند، در همه نیم قرن گذشته از دسترسی به بازار سیگار آمریکا محروم بود، بازاری که بالای 6 میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد. اما برخلاف سیگار، هنر کوبایی ها پشت در تحریم نماند. آثار هنری هیچگاه در فهرست تحریم ها نبودند. اتفاقی خوب برای کشوری که هنرمند کم ندارد. شاهدش هم آثار هنری کوچک و بزرگی است که در پایتخت به چشم می‌خورند. آثاری مثل این مجسمه با نام بهار، رافائل سنخوان، یکی از هنرمندان جهانی کوبا، آن را برای دو سالانه هنر هاوانا ساخته تا زینت خیابان اصلی شهر باشد. استیون هامفری که 15 سال از آثار نقاشان کوبایی را برای فروش به مجموعه داران و موزه ها به آمریکا میبرد، میگوید رفع تحریم ها به مطرح شدن هنرمندان کمتر شناخته شده کوبا منجر می شود. سطح آثار هنری و آموزش هنر در کوبا بسیار بالاست. بیشترین تأثیر بر کارهای هنرمندان کوبایی از هنر اسپانیا و آفریقاست. می توان رگه های از آن را در کار هنرمندان کوبایی دید، اما آنها در عین حال شیوه خود را دارند. فرهنگ کوبا از جاهای دیگر قرض می گیرد، اما هویتش را حفظ می کند. مارتالنا یکی از هنرمندانی است که به سختی هم شده نقاشی هایش را برای فروش به کشورهای دیگر فرستاده است، اروپا و حتی آمریکا. نقاشی هایی که همچون زندگی نامه ای چشمان غمگین مادری را به تصویر می کشد که فرزندانش در آن سوی آبها هستند و او به قایق‌های کاغذی می اندیشد. در 14 سالی که این گالری را افتتاح کرده، بیشتر مشتریانش گردشگران و خارجی ها بودند. من از طرف وزارت فرهنگ برای این گالری پروانه دارم، اما مجوز فروش ندارم. برای همین اگه بخوام کارم رو به خارجی بفروشم، باید بدم دولت اونو تایید کنه که هزینش 2 دلاره. او هم امیدوار است که با آسان شدن سفر آمریکایی ها به کوبا، فروش آثارش رونق بیشتر بگیرد. اما بیش از اینها موسیقی و رقص کوبایی است که در دنیا هواخواه دارد. همانند هنر، سطح آموزش موسیقی هم در کوبا بالاست. مردم کوبا با موسیقی زندگی می کنند و نشانه هایش را در همه جا می توان دید، حتی در تنها رستوران ایرانی کوبا، رستورانی که به جز صاحبش همه کارکنان و گروه موسیقیش کوبایی هستند. فرخ نوربخت مدیر این رستوران میگوید که او برای شناساندن ایران به مردم کوباست که به این کشور رفت آمد میکند. حدود 10 سال هست که فعالیت فرهنگی رو توی کوبا شروع کردم، عمدتا با نمایشگاه های نقاشی، فیلم، عکس، خطاطی. حدود 1 سال هست که تونستیم اینجا رو به عنوان یه مرکز فرهنگی از طریق رستوران ایرانی باز کنیم، چون مشکلات داشتیم برای باز کردن مرکز فرهنگی. گروهی از دانشجویان رشته موسیقی را اینجا جمع کرده و نوت‌های ترانه‌های ایرانی را در اختیارشان گذاشته، همینطور چند CD و DVD. آنها کم کم نواختن ترانه ها را یاد گرفتند و گروه رقص هم از روی فیلم رقص ایرانی را یاد گرفته. در مرحله بعدی برایشان سازهای ایرانی آورده و حالا چند ماهی می شود که همین ترانه ها را با همراهی سازهای ایرانی می نوازند. جنیفر که از 8 سالگی ویولون می نواخته، حالا با کمانچه دمخور شده است. 3 ماه یا کمی بیشتری که کمانچه می نوازم. دنیای جدیدیه که دارم کشف می کنم. صداش منو مجبور می کنه به چیزای جدید و متفاوت فکر کنم.
موسیقی آدمو در بر میکشه و جهان جدیدی رو به آدم نشون میده. کمانچه ساز خیلی قدیمیه، قابل تحسینه و به نظرم زیباست. جنیفر یکی از بهترین های مدرسه موسیقی هاواناست. در این کارناوال که برای سه شب پیاپی در هاوانا به راه بود، کوبایی‌هایی را دیدم که از دور هم که شده با ضربان موسیقی همراه می‌شدند. رقص‌های کوبایی در یک قرن گذشته در شکل‌گیری انواع جدید مؤثر بودند، از جمله در پیدایش سالسا و سالسای کوبایی. از وقتی دختر بچه بودم سالسا می رقصم. میتونم بگم از وقتی تو شکم مامانم بودم سالسا می رقصم. همیشه عاشقش بودم. چند تا کلاس هم رفتم، اما واقعا باید این رقص در وجودت باشه. و گویا این رقص همانقدر که در خون اوست در رگهای خواهرزادش هم جریان دارد. جشن شادی تا دمدمای صبح ادامه داشت. دستفشانی و نوشیدن و گرم گرفتن، بخشی جدای ناپذیر از فرهنگ کوبا که نزد اقلیتی نو در این کشور دیگر جایگاهی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. جامعه کوچک مسلمانان کوبا بیشترشان نوکیشند و به گفته خودشان مشغول یادگیری اسلام و زندگی مسلمانی. La manera de diversión aquí de los jóvenes, de las personas que te están rodeando. مدلی که مردم اینجا خوش میگذرونن اینه که دور هم جمع بشن و بنوشن. گاهی وقتا همین باعث جدا شدن ما از بقیه میشه، چون نمیخوایم از اون کارا بکنیم. Tú no quieres ser partícipe de eso. Poco a poco. با گذشت زمان اوضاع بهتر میشه ان شاء الله. Cosas irán cambiando ان شاء الله. دو سال است که عربستان سعودی در ماه رمضان برایشان معلم قرائت قرآن به هاوانا می فرستد. همینطور قرآن و کتابهای دینی. خورهه الیاس از دلایل افزایش گرایش به اسلام در شهرهای مختلف کوبا می گوید. دلایل زیادیه که کوبایی ها میخوان بیشتر درباره اسلام بدونن. به نظر من یک دلیل اینه که اسلام هر روز در اخباره. هر روز پیر و جوان، هر کسی که زندگی معمولی داره دلش میخواد که درباره اینکه اسلام واقعا چیه بیشتر بدونه. اینکه چه دینیه، چه قوانینی داره و از این چیزا. نکته مثبت دیگه اینه که دانشجویان از کشورهای مسلمان به اینجا میان. مثلا در 5 سال گذشته حدود 1000 دانشجوی پاکستانی برای تحصیل به شهرهای مختلف کوبا آمدن. دانشجویان پاکستانی در تبلیغ اسلام فعال بودند. هره میگوید مسلمانان کوبا از اقشار مختلف جامعه، از پزشک گرفته تا کارگر و مهندس و هنرمند هستند و به نظرش این موضوع سبب می شود افراط‌گرایی در بین مسلمانان کوبا پا نگیرد. مریم بداوی که حقوقدان است می گوید حجابش در اداره نباید بیشتر از این روسری باشد، اما حجاب مورد قبول خودش اینطور است. مسلم is not the principal religion in Cuba, so اسلام دین اصلی مردم کوبا نیست. برای همین وقتی حجاب سر میکنید برای مردم غیر عادیه و واکنش نشون میدن. اما انشالله در آینده مردم مسلمانان را مثل مردم عادی ببینن. مثلا الان در خیابون به من چیزهایی میگن، تروریست یا خواهر بن لادن، چیزهای شبیه به این، اما من اهمیت نمیدم. مسلمانان کوبایی و مسلمانان خارجی از ماه رمضان سال 2015 صاحب این نمازخانه در مرکز اسلامی هاوانا شدند. بعد از درخواست‌های مکرر و پیشنهادهای کمک کشورهای اسلامی برای ساخت مسجد در هاوانا، بالاخره دولت کوبا اجازه ساخت اولین مسجد در این کشور را صادر کرد. جمعیت کوبا اکثراً مسیحی هستند و نیم قرن حکومت کمونیستی هم از دینداری مردم این کشور نکاست.
هرچند که سالها دینداران اجازه عضویت در حزب کمونیست و رسیدن به مناصب بالا را نداشتند. ردپای دولت کوبا را در هر جای می توان دید، از امورات دینی مردم تا دنیایشان، از بهداشت تا جزئی ترین مسائل اقتصادی. زندگی برای مردم کوبا شاید چندان آسان نبوده باشد، اما کوبا در حال تغییر است. بسیاری از خط قرمزهای خود را پشت سر گذاشته و سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا به چشم بسیاری از مردمش نشانه تغییراتی است مثبت در شیوه و کیفیت زندگیشان. تغییراتی که اگر هم خوشایند کوبایی ها باشد، احتمالاً برای گردشگران به معنی از بین رفتن بکری جزیره است که تصاویر رنگی امروزش چندان فرقی با تصاویر سیاه و سفید گذشتهش ندارد. سه زندانی سیاسی در کوبا بود، اما برخی از منتقدان دولت کوبا در داخل و خارج از مملکت میگویند که این کافی نیست و آمریکا باید فشار بیشتری به کوبا می آورد و تا اطمینان از بهبود وضعیت حقوق بشر در کوبا، بازگشایی سفارتخانه‌اش را در هاوانا به تعویق می انداخت. خانم لوپز اما میگوید حکومت کوبا باید مسئله حقوق بشر و آزادی‌های مدنی مردم را نه با جامعه بین الملل که با جامعه کوبایی ها در هر جایی که هستند طرح کند. Our human rights, our civil liberties are our issue. حقوق بشر ما و آزادی های مدنی ما مشکلات ما هستند که دولت کوبا باید با مردم کوبا بحث کنه و نه دولت آمریکا. کوبایی های خارج از کشور و در تبعید با حواله کردن پول سالها اقتصاد این کشور رو حمایت کردن. اگر حمایت کردنشون خوب بوده، برای صحبت درباره آزادی های مدنی هم باید مشارکت داشته باشن. اونها هم کوبایی هستند و البته که حق دارن در این بحث ها مشارکت کنند و نظراتشون لحاظ بشه. Absolutely. مسئله آزادی های مدنی در کوبا به بازداشت مخالفان و فعالان حقوق بشر محدود نمی شود. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره کوبا از فیلتر شدن وبسایت های منتقد حکومت و دسترسی محدود مردم به اینترنت در این کشور انتقاد کرده است. نداشتن دسترسی به مطبوعات آزاد و رادیو تلویزیون های غیر حکومتی هم حکایتی قدیمی دارد. با این حال این نهاد حقوق بشری در گزارشی که در سال 2015 منتشر کرده درباره تغییرات مثبتی مثل دسترسی محدود مردم بعضی از شهرها به اینترنت هم صحبت کرده است. دسترسی به اینترنت برای مردم عادی در کوبا از دو طریق انجام می شود. یکی از راه وای فای و در چند خیابان محدود در سه شهر این که هر ماه یه ذره برنج میدن و سال یکم لوبیا سیاه با یه قطره روغن. همش همین، هر سه ماه یه بار روغن میدن و یکم قهوه، دیگه حتی صابونم نمیدن. اما رضایت این مرد از وضعیت و اینکه میگوید خانواده سه نفریش به اندازه کافی دارند که بخورند، خون ماریانا را به جوش می آورد و میگوید با حقوق بازنشستگیش توان خرید از بازار آزاد مواد پروتئینی را ندارد. بفهم. این چیزیه که برای دو هفته به من داده. چطور میشه با این زنده مون؟ نمیشه. من زخم معده دارم، ورم معده دارم، التهاب روده بزرگ دارم. اینم وضع زندگی من. به جز فروشگاه های دولتی، دست فروشان و مغازه های محدود برای فروش مواد غذایی هستند که متوسط حقوق 20 دلار در ماه کوبایی ها، یعنی خوراکی سوار و آنها پیادند. شاغلان در بخش خصوصی اما درآمد بهتری دارند. هرچند بعد از روی کار آمدن فیدل کاسترو همه مشاغل دولتی شدند، اما در طول 5 دهه زمامداری او اجازه داشتن شغلهای آزاد مثل رانندگی و غیره صادر شد و چند باری هم او این امکان را محدود کرد. با روی کار آمدن راول کاسترو، برادر کوچکتر، توجه به بخش خصوصی بیشتر شد.
سرخیو از شاغلان در بخش خصوصی است و درآمدش از حد متوسط بالاتر. فراورده کردن نیازهای خانواده‌ام از طریق این شغل سخت نیست. البته شغلی هم نیست که با اون پول دار بشی. اما خب حداقل ها رو میتونی فراهم. میگوید در ماه حدود 45 تا 50 دلار درآمد دارد. یعنی بیشتر از دو برابر متوسط حقوق بقیه کوبایی ها. اما خب همه این پول به جیب سرخیو نمی رود. برای پروانه کار ماهانه 10 دلار و نیم می‌پردازم. مالیات سالانه حدود 50 تا 60 دلار. او برای مالیات حداقل ماهی 5 دلار می‌پردازد. اگر هزینه پروانه کار را هم ماهی 10 دلار حساب کنیم، او ماهی 15 دلار از درآمدش را به دولت می‌دهد و آنچه برایش می‌ماند 30 تا 35 دلار در ماه است. که از حد متوسط درآمد کوبایی ها بالاتر است. سرخیو میگوید برداشته شدن تحریم های آمریکا تأثیری بر کار او نمیگذارد، چون حتی بعد از آن هم مردم پول کافی برای خرید کفش نخواهند داشت. قیمت یک جفت کفش نو به گفته او دست کم 20 دلار است که اصلا به هزینه های تعمیر نزدیک نیست. اما سرخیو به خاطر کارش هم که شده منتظر روزی است که تحریم ها برداشته شوند. کیفیت تعمیر کفش خیلی بهتر میشه. تقریبا ما اینجا فقط با مواد ساخت داخل کار میکنیم و میبینیم که خیلی درجه یک نیستن. و نتیجه کارش که با همین مواد هم برای او رضایت بخش است. به دیدار روزنامه نگاری مستقل میروم که معتقد است برداشته شدن تحریم های آمریکا به معنی بهتر شدن همه جانبه اوضاع نیست. در نظر او حکومت تحریم های آمریکا را بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت های دیگرش کرده است. من مطمئن نیستم که تحریم ها بزرگترین مشکلات امروز ما باشند. تا الان که تحریم ها بهانه بودند، چیزی بوده که اقتصاد بد و فقر و وضعیت بد زندگیمون رو به گردنش بندازن و همچنین بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان و فعالان حقوق بشر. پیش از آن که باراک اوباما و راول کاسترو در اواخر سال 2014 اعلام کنند که قصد دارند روابط دو کشور را عادی کنند، رهبران دو کشور به هم تعهداتی دادند که از آن جمله آزادی 53 جماهیر شوروی پناه برد. سالها بعد از فروپاشی ابرقدرت شرق، آمریکا به رهبری باراک اوباما تصمیم گرفت تا رویه دیگری با کوبا از سر بگیرد. او فرمان برقراری دوباره روابط دیپلماتیک بین دو کشور را صادر کرد و تلاش کرد کنگره آمریکا را به برداشتن تحریم‌ها ترغیب کند. اینجا در کوبا تحریم‌ها بزرگترین جنایت تاریخ بشری خوانده می‌شوند و اثرش را در کوچه و خیابان می‌بینید. درست اینجا زیر سایه ساختمانی که شبیه به کنگره آمریکا ساخته شده و قرار است دوباره خانه دولت کوبا شود. اتومبیل‌های قدیمی آمریکایی برای گردشگران قطار شدند. خودروهایی که از سر ناچاری هنوز در کوبا سرپا هستند برای گردشگران جذابیت موزه‌ای دارند. هولیو یکی از متخصصان تعمیر و بازسازی این اتومبیل هاست. موتور اتومبیل‌های ژاپنی و اروپایی را جایگزین موتورهای قدیمی می‌کند. بخشی از قطعات را هم او و دیگران از آمریکا می‌خرند و به قول هولیو از راه‌های غیر معمول وارد کشور می‌کنند. قطعاتی که از آمریکا می‌خرم شامل چراغ‌ها، سیستم ترمز، سیستم راهنما و چیزهایی است که برای حفظ امنیت اتومبیل باید اصلش را استفاده کرد. از روی کاتالوگی قدیمی شکل قطعه های بدنه را در می آورد و با قالب های ساخت خودش به آنها شکل می دهد. شهرت هولیو آلوارز اونقدر هست که جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری که به هاوانا داشت داخل این اتومبیل نشست، با هم گپ زدن و از هنر تعمیرکاری او تعریف کرد. اما تمام عواقب تحریم های اقتصادی کوبا به زیبایی و براقی این اتومبیل کلاسیک نیست. کمی آن سوتر در مرکز بخش قدیمی هاوانا
مردم برای دریافت مرغ سهمیه بندی شده صف کشیدند. فیدل کاسترو، قهرمان ضد استکباری امریکای لاتین، در 90 سالگی از دنیا رفت. چریک پیر هاوانا که به دلیل بیماری از حدود 8 سال پیش زمام امور کشور رو به راول برادر کوچکترش سپرده بود و از دنیای سیاست فاصله گرفته بود، حدود نیم قرن پیش درست زیر گوش امریکایی‌ها حکومتی ضد امریکایی بنا کرد و با ملی کردن صنایع و اصلاح دولت کوبا رو به مردمش بازگردوند. امریکا 50 سالی که کوبا رو به دلیل سیاست‌های ضد استعماری این مرد انقلابی تحریم کرده و ده‌ها بار هم برای ترورش نقشه کشیده بود. حالا کوبایی‌ها برای از دست دادن این قهرمان که با سیگار برگش و دوستی با چگوارا چهره سرشناس قرن 20 بود، 9 روز عزای عمومی اعلام کردند. رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمون درگذشت رهبر انقلاب کوبا رو به دولت و مردم مقاوم این کشور و منطقه امریکای لاتین تسلیت گفتن. کوبا به ضرب سیلی هم شده، صورتش را سرخ نگه داشته. در آستانه فصلی نو از تاریخ کشورشان، مردم این جزیره آرام آرام آماده ورود به جهانی به هم پیوسته می شوند. همراه من سام فرزانه باشید در سفری به کوبا، کوبای مردم و کوبای گردشگران. جذابیت های جزیره در فاصله 150 کیلومتری خاک آمریکا در کازینوهایش خلاصه نمی شد. آب و هوای حاصلخیز کوبا آمریکایی ها را جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کرده بود. انقلاب سال 1959 به همه اینها پایان داد. دیکتاتور از کشور گریخت و انقلابیون با ملی کردن هر کسب و کاری خشم آمریکا را برانگیختند. آمریکا از تلاش برای براندازی حکومت فیدل کاسترو فروگذار نکرد و کاسترو از تلافی دست نکشید. در نهایت تحریم پشت تحریم بود که در آمریکا علیه کوبا تصویب شد و کوبا بیشتر و بیشتر به آغوش اتحاد